سلام و وقت همه شما بخیر بیننده های عزیز، خوشحال هستم از اینکه بازم وقت برنامه رسم زندگی فرا رسیده تا ساعت 2:30 با شما هستیم. شما هم چنان با ما همراه باشین در برنامه امروزی رسم زندگی و خدا کنه روزای ماه مبارک رمضان را بخیر بخشی سپری بکنین. عزیزان، بازم موضوع خوب را امروز در برنامه انتخاب کردیم که میخوایم نیم ساعت روی موضوع برنامه با مهمان برنامه ما صحبت خواهد کردیم. بعضن روی اقتصاد خانواده ما در برنامه های اشاره های داشتیم که اینکه اقتصاد خانواده رو چگونه بتونیم مدیریت بکنیم، یا اشاره هایی بوده در کل در هر برنامه. حالا بیاین بیشتر یکم یعنی مفصلا روی این موضوع رو صحبت بکنیم در برنامه، چگونه بتونیم اقتصاد خوب در خانواده داشته باشیم و اینکه چگونه باید مدیریت بکنیم. فقط یک نفر دو نفر در خانواده مسئول هستن یا همگی میتونن تایی که یک اقتصاد خوب خانوادگی داشته باشن میتونن که مدیریت بکنن. اون همه راه ها و روش ها رو امروز میخوایم صحبت بکنیم. کم هم ارتباط میدیم با ماه مبارک رمضان، اون همه برنامه ریزی هایی که گفته میشه امروز در برنامه میتونیم یعنی دقیقا از اون برنامه ریزی ها استفاده بکنیم و در ماه مبارک رمضان همچنان بتونیم یک اقتصاد خوب در خانواده داشته باشیم. همین موضوع رو امروز انتخاب کردیم، شما با ما همراه باشین. آقای سمیم زیور، آقای امور اقتصادی، امروز در برنامه با ما هستن. با آقای زیور میخوایم بیشتر روی مدیریت اقتصاد خانواده صحبت بکنیم. 0220-2093 و 499 چند لحظه بعد فعال میشه، میتونین در برنامه تماس بگیرین، در رابطه با اقتصاد خانواده چیز سوال دارین یا هم میخواین نظر داشته باشین، ما در خدمت شما. سلام برسه به شما، خیلی خوش آمدید. تشکر، زنده باشین. سلام به شما، سلام به تمام بینندگان تلویزیون خورشید. بازم خوش هستم بس دعوت شما. موضوع بسیار جالبی است، اهمیت اقتصاد خانواده. در مسائل اقتصادی در این اواخر یکی از مهمترین دغدغه ها در اکثر فامیل ها هست. فامیل هایی که در مورد علم اقتصاد یا در مورد اقتصاد اونا میفهمند، اونا تصمیم خوبتر و زندگی اونا را یاری میکنند. اقتصاد خانواده در پیش از جنگ جهانی دوم آنقدر اقتصادان ها بالای از اونها تمرکز نداشتند. بعد از جنگ جهانی دوم اقتصادان ها اینا کوشش کردن جدی گرفتن این موضوع را، که حتی در تمام دانشگاه های فعلا در دانشگاه های کشورهای خارج اکثرا یک مضمون به نام مضمون اقتصاد خانواده درس میدن، حتی در مکاتب یک مضمون به نام مضمون اقتصاد خانواده تشکیل دادن، که خانواده کوچکترین واحد یک اجتماع را خانواده تشکیل میدن. در اصل تربیت یک شخص در خانواده است. زمانی که یک خانواده از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، از لحاظ اقتصادی خوبتر باشن، حتی ما میتونیم گفته که اقتصاد مملکت ما پیشرفت میکنن. و اقتصاد خانواده با اقتصاد فرق دارن. اقتصاد بازار ما اکثرا روی فایده تمرکز میکنن، ولی اقتصاد خانواده روی رضایت اعضای خود خانواده هستن. که ما میتونیم که یکی از بتونیم اقتصاد خانواده را توسط مدیریت درست در از درآمد و هزینه خانواده میتونیم اینا را درست ما مدیریت بکنیم. و همین باعث میشه که زمانی که یک خانواده درآمد کم داشته باشن و مصرف زیاد داشته باشند، امی باعث میشه که اقتصاد خانواده برهم بخورن. و در خصوص در ماه مبارک رمضان که امی مردم افغانستان در دمی مشکل دچار هستند. و یکی از موفقیت هایی که در اقتصاد خانواده هست برنامه ریزی است، تا بتونه از طریق امی برنامه ریزی درست و تصمیم درست و اهداف درست بتونن که امی درآمد و مصرف خانواده را اینا مدیریت بکنن. و خانواده که برنامه درست نداشته باشن، اونا مثل موتری از به دریور که نمیتونن اونا را مدیریت بکنن. و یکی از پوینت های مهمی که در اقتصاد خانواده برنامه ریزی خانواده هستن. و دیگر مشوره های اقتصادی هستند که هر خانواده باید مشوره اقتصادی باید داشته باشند، تا بتونن از دوستای خود، از کسایی که میفهمن، اونا رو مشوره بدن در بخش درآمد و مصرف از اینا. و دیگر سطح دانش اقتصادی هستند که اکثر خانواده متاسفانه در افغانستان سطح دانش اقتصادی ندارن، حتی با علاقمند به کتاب و مجلات و اینا علاقمند نیستن که از اون طریق مطالعه بکنن و بفهمن که ما چه قسم بتونیم اقتصاد خود کنترل بکنیم و درآمد خود کنترل بکنیم، مصرف خود کنترل بکنیم. این باعث میشه که اقتصاد خانواده در اکثرا
خوب نباشند. بله و دیگر آموزه های اقتصادی، آموزه های دینی هست که ما در دین اسلام هم ذکر شده که اسراف حرام هست و ما میتونیم که از طریق ازمی زمانی که ما مصرف خود کنترل بکنیم، درآمد خود کنترل بکنیم، ما میتونیم که اقتصاد خوب خانوادگی ما داشته باشیم. دقیقا. و همچنان زکات در ماه مبارک رمضان، وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده که وقتی که یک جامعه، یک کشور مردمش بتونه زکات خود بتن، او جامعه و او مملکت ما گفته نمیتونیم که مملکت فقیر یا کشور فقیر هستن، چرا همین زکات میتونه که اقتصاد مملکت و اقتصاد خانواده را اینا را رشد بدن. بله امت که آقای زیور گفتن، مخصوصا اگر ما روی ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم، یعنی اگر یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی در ماه مبارک رمضان داشته باشین، این ماه یک الگوی خوب بر 11 ماه دیگه تان میشه و خیلی راحت میتونین همچون برنامه‌ریزی ها را در بقیه ماه ها استفاده بکنین و یک اقتصاد خوب داشته باشین. از برنامه‌ریزی که یاد کردین، دقیقاً ما می‌خویم روی مثال ها این که این برنامه‌ریزی ها شامل چه اصول باید باشه، می‌خوام از شما بشنویم. برنامه‌ریزی در خانواده ها باید جلسای خانوادگی صورت بگیرن، یعنی جلسه صورت بگیرن که برنامه ریزی تنها به یک فرد، یک اعضای خانواده نباشند. بله. برنامه ریزی باید بر تمام افراد، بر تمام اعضای امو خانواده که هستند باید برنامه ریزی شوند. و در اکثرا در خانواده یک شخص عاید میکنن، درآمد داره و دیگرها کل مصرف میکنن و این است که به برنامگی خود یک خانواده است تا بتونن امیر تنظیم بکنن، یک جلسه خانوادگی بگیرن و بتونن که هر اعضای خانواده بتونن یک برنامه مشخص تنظیم بکنن. از طریق جلسه خانوادگی میتونن یک برنامه ریزی خوبتر داشته باشن. بله دقیقا اشاره که شما داشتین، یعنی همگی میتونن در اقتصاد خانواده، هر فرد خانواده میتونه سهیم باشه، نه که ما فقط بگیم والدین یا کسایی که در رأس خانواده هستن اونا باید برنامه ریزی بکنن. یعنی همگی بگ نه اشاره کردیم، چون در جامعه ما همچون یک چیز هست که مثلا یک فرد در خانواده دو فرد کار میکنه، بقیه همه مصرف میکنن یا درآمد هم خیلی کم است. یعنی کسایی که اگر در خانه همچنان هستن، مثلا بگنه و بتونن که در اقتصاد خانواده سهم بگیرن، چی راه ها و چی روش های است؟ یعنی هر کدامشان بگنه و اگر کار هم نمیکنن، راه های دیگه وجود داره که بتونن تا یک جای در مدیریت اقتصاد خانواده سهم داشته باشن. متاسفانه در افغانستان خانواده هستن که 10 نفر 12 نفر اونا یک نفر درآمد دارن و دیگرها کل مصرف میکنن و یک برنامه ریزی مشخص وجود ندارن. کسایی که درآمد ندارن میتونن یک مشوره خوب بتن. کسایی که درآمد ندارن میتونن مطالعات داشته باشن، درباره اقتصاد خانواده مطالعه داشته باشن، چطور ما اقتصاد خانواده را کنترل بکنیم. یکی از مهمترین علتی که ما میتونیم کنترل بکنیم اقتصاد خانواده را همین برنامه ریزی است. برنامه ریزی فقط جلسه خانوادگی گرفته شوند و بتونن هر کس برنامهش مشخص باشن. بله. تا از او طریق بتونن اگر درآمد نداشته باشن در اقتصاد خانواده سهم بگیرن و او کسی که درآمد داره اونا را حمایت بکنن. و شما ببینین در ما یک مثال کوچک برتان بتم. زایات روی این مثال صحبت میکنیم، چون همکارا میگن همین لحظه باید وقفه بگیریم. میان برنامه کوتاه در ادامه با ما همراه باشین. ادامه برنامه از بیننده های عزیز، بازم با شما هستیم. مدیریت اقتصاد خانواده موضوع برنامه هست که ارتباط به ماه مبارک رمضان همچنان دادیم، که در ماه مبارک رمضان هم چگونه بتونیم برنامه ریزی های خوب داشته باشیم تا اینکه با مشکلات اقتصادی در این یک ماه مخصوصا مواجه نشیم. برنامه ریزی دقیقا باید در همه امورات زندگی باشه، مخصوصا در اقتصاد. و سوال که قبل از وقفه بودی که همگی بتونن به یک نحو در اقتصاد خانواده سهم داشته باشن، کسایی که درآمد دارن، کسایی که ندارن، اونا هم یعنی اگر تا جایی میتونن از کمک بکنن تا یک اقتصاد خوب داشته باشن در قسمت برنامه ریزی ها، اینا هم باید از خود کمک داشته باشن. که آقای زیور روی مثال میخواستن در این موضوع صحبت بکنن، میشنویم که صحبت بقیه صحبتشان. تشکر، زنده باشین. مصرف در اواخر قبلا یک رفتار اقتصادی بود و در اواخر نشان دادن یک شخصیت است در جامعه فعلی. یعنی مصرف نشان دهنده شخصیت یک شخص هستند. و ما یک مثال برتان بگم که در ایران تقریبا ضایعات نان خشک که سالانه تقریبا 2 تا 3 میلیون دلار هزینه می‌بردارد و در افغانستان تقریبا بیشتر از 16 میلیون
دلار هزینه میکنند. ببینید شما وقتی که یک شخص در خانواده یک درآمد دارن و دیگرا کوشش نکنند که اونها را حمایت بکنند در خانواده، باز همی خانواده همیشه در ضعف اقتصادی خود قرار می داشته باشند و او خانواده است که همیشه احتیاج می باشند. و اگر خانواده می خواهد که اقتصاد خوب داشته باشند، اگر یک شخص، دو شخص، سه شخص که در خانواده کار میکنن اونا را حمایت بکنن و بتونن که مصرف خود بفهمن، عاید خود بفهمن که ماهانه عاید ما چقدر میشن، سالانه چقدر میشن، روزانه چقدر عاید ما میشن، از اون لحاظ بتونن که مدیریت بکنن، برنامه ریزی بکنن. بسیار خوب. قبل در جریان و وقفه باقی زیور روی موضوع اشاره کردیم که در ماه مبارک رمضان یک مشکل که شکایت دارن همگی دقیقا که قیمت مواد و خوراکه خیلی بلند رفته و این هم خیلی تاثیر منفی روی اقتصاد خانواده مخصوصا در این ماه مبارک رمضان داره. من میخوام این که چگونه باید حداقل باید توجه باشه در این بخش و چه راههایی هست، میخوام در رابطه صحبت کنم. با اقتصاد خانواده در ماه مبارک رمضان متاسفانه در افغانستان خیلی مشکلات جدی را با ایجاد کرده است. مواد خوراکی نسبت به ماهای دیگر در ماه مبارک رمضان بیشتر استفاده مورد استفاده قرار می گیرند و یکی از علتهایش ای است که در مقابل دلار در مقابل افغانی، زمانی که دلار بلند میشن قیمت مواد خوراکه هم بلند میشن و دیگری که مالیه محصولات گمرکی هستن که زمانی که مالیه محصولات گمرکی بالا میرن در ماه مبارک رمضان، این باعث میشه که سر قیمت مواد خوراکه تاثیر بگذارن و یکی حمل و نقل مواد خوراکه در ماه مبارک رمضان، این هم باعث میشه که سر قیمت مواد خوراکه تاثیر بگذارن. و همچنان ما فراموش نکنیم که افغانستان یکی از کشورهای وارداتی هستند. هر مشکلی که در کشور همسایه ما اتفاق بفتن و سر اقتصاد افغانستان و بخش سر اقتصاد خانواده در افغانستان تاثیر میگذارن و همین باعث میشه که اقتصاد خانواده در افغانستان با مشکل جدی برخورد بکنن. به خاطر ما باید در ماه مبارک رمضان کوشش بکنیم که مصرف خود کنترل داشته باشیم و همچنان درآمد خود باید کنترل داشته باشیم، چرا می ماه مبارک رمضان یگانه ماهی است که زیادتر مردم مواد خوراکه را استفاده میکنن و این باعث میشه که قیمت مواد خوراکه بلند بره و یک چیز است که بیشتر از خانواده در ماه مبارک رمضان بیش از حد مصرف میکنن، یعنی این هم آیسا تاثیر خود میذارد. همونطور که شما گفتین باید کنترل شه، تقاضا زیاد میشه، زمانی که تقاضا زیاد شد عرضه کم شد، این باعث میشه که قیمت خود مواد خوراکه زیاد شوه و تجارت از این موقع استفاده میکنن و متاسفانه افغانستان بازار آزاد است و تجارت میتونن خودشان تصمیم بگیرن در تعیین قیمت و شهرداری وجود نداره در افغانستان تا قیمت مشخص بر مواد خوراکه تعیین بکنن که در ماه مبارک رمضان اینا بتونن مردم بتونن از مواد خوراکه درست استفاده بکنن و با مشکلات اقتصادی برخورد نکنن. به این خاطر در دیگه کشورها در زمان ما در ماه مبارک رمضان به خصوص در ترکیه، در کشورهای دیگر پاکستان، اینا در ماه مبارک رمضان از طرف شهردار یک قیمت مناسب به بازار عرضه میشه که بازار باز او را تحت کنترل خود میگیره. بله، اگر همچون یک چیز در جامعه ما هم می بود خیلی خوب میشد. خب به هر صورتش امی که گفتیم برنامه‌ریزی های دقیق باشه همین خیلی مهم هست، ای که مخصوصا در ماه مبارک رمضان مصرف که هست باید کنترل شوه. حالا بیاین بر علاوه پول ما میخوایم که کلا صحبت میکنیم که در اقتصاد خانواده بر علاوه پول ما چگونه چه چیزهایی بتونیم پس انداز داشته باشیم. از اگر پول نباشه مثلا در هر خانه، حالا مصرف موبایل ها خیلی زیاد است، مصرف اینترنت هست که هم در اقتصاد خانواده تاثیر گذاشته، تا حالا که ما میبینیم مصرف ها خیلی زیاد شده. بر علاوه از این مصرف های دیگه هست که اگر روی مثال هر کدام صحبت کنیم وقت ما را خیلی زیاد میگیره، یعنی در کل ما میخوایم در هر بخشش اگر روی چند مثال صحبت بکنیم این که این هم یک پس انداز خیلی خوب میشه، چون در اقتصاد خانواده در اقتصاد ما تاثیر میگذاره این که چگونه روش ها راه ها را استفاده بکنیم. یکی از مصرف هایی که همیشه خانواده از این لحاظ رنج میبرند برق است. بله. میتونن از مصرف برق هم یک بتونن یک پس انداز خوب داشته باشن. از لحاظ آب میتونن پس انداز خوب داشته باشن. حتی من یک مثال براتون گفتم، از لحاظ نان خشک میتونن که یک پس انداز خوب داشته باشن. نه تنها مهم نیست که اینا از لحاظ پول باید اینا پس انداز داشته باشن. اینا در زندگی روزمره خود با هر چیزی که برخورد میکنن سر و کار دارن، اینا باید متوجه باشن که اونا هم
باعث میشه که اینا یک پسنداز خوب داشته دقیقا. باشند در آینده. بله، تماس داریم، بیننده ما روی خط تلفن هستن، مشنیم که اینا چی نظر دارن. سلام برسه به شما، بفرمایید. بله، ما از استاد یک سوال داشتم که مدیریت خانه را به دوست داره، اما کسی که مصرف کننده است به هدایت از او کار نمیکنه، آخر از او چی خواهد شد؟ خب ما سوال شما را دقیقا نگرفتیم، اگر آقای زیور سوال شما نگرفته باشه. سوال شما نگرفتم. بله آقای زیور سوال تو نگرفتن، سلامت باشین از اینکه تماس گرفتین در برنامه، بفرمایید. در صورت در این صورت وقتی که مدیریت خانه را به عهده داشته باشین، بله، صلاحیت نداشته باشین، پس به این معنی که مدیریت ندارین. زمان مدیریت پیش میره که صلاحیت داشته باشین. یک شخص شما مدیر تعیین میکنین، صلاحیت برش نمیتین، در چوکیششته ولی مدیریت کردن نمیتونن اونا، و مدیریت میتونن توسط صلاحیت پیش برن. شما ببین خواهر ما گفتن که ما مدیریت مکمل خانه رو به عهده دارم. زنایی که از در اقتصاد خانواده که از مهمترین نقش اساسی اقتصاد خانواده را اینا بازی میکنن، و وقتی که مدیریت برشان سپرده میشن، کسی که اونا را درآمد دارن اونا را باید اجازه بدن، صلاحیت بدن که از او بتونن مدیریت درست بکنن. فرض بکنین که شخصی که در خانه درآمد دارن او در بیرون است، و کسی که در خانه مدیریت میکنن یک چیز کار میشن، چه قسم اینا باید بر از اونا باید به تماس شون، باید بگوین که من اینقدر مصرف، من اینقدر چیز مواد خوراکی میخرم یا مصرف دارم، و باز اونا برشان دستور بدن که شما باید استفاده بکنین. در این مدیریت درست نشد. بله، پس این نکته باز کسای مخصوصا کسایی که در از خانواده هستن توجه داشته باشن. خب روی این همه راه ها و روش ها صحبت میکنیم، از برنامه ریزی ها یاد کردیم، این که هر فرد خانواده میتونن سهم داشته باشن در اقتصاد خانواده. یعنی این اقتصاد خانواده، اگر مخصوصا شاید هم در برنامه های قبلی با شما هم یا موضوعات ما که بوده در این رابطه ما اشاره هایی داشتیم، کسایی هم هستن که یعنی مشغول کارهایی هستن که چیز درآمد ندارن، یعنی خیلی کم هست، و اونا ناگزیر باید یعنی تمام خانواده را اینا باید سرپرستش هستن و بالاخره باید انجام بدن اون همه مسئولیت هایی را که دارن. یعنی نیاز هست اینا هم باید پسنداز داشته باشن، و اگر پسنداز، ولی اگر مصرفشان یا درآمدشان خیلی کم است که پسنداز هم نمیتونن، اینا چگونه اقتصاد خود با چه برنامه ریزها و چه روش هایی باید پیش ببرن؟ تشکر. کسایی که به این فکر هستن که من درآمد زیاد دارم ولی مصرف ندارم، مطمئن باشین که از لحاظ اقتصادی هر کس که درآمد زیاد دارن اما که مصرف زیاد دارن، کسی که درآمد کم دارن اما قدر مصرف کم هم دارن، و کسایی که درآمد کم دارن اونا میتونن درست هم از لحاظ امو درآمد خود میتونن مدیریت درست بکنن. چرا؟ درآمد کم مصرف کم، هزینه کم دارن، و درآمد زیاد مصرف زیاد دارن، و میتونن درست مدیریت بکنن. و مثلا یک مامور در افغانستان فرض بکنین که 8000 افغانی معاش دارن، و کسی هست که 80000 افغانی معاش دارن. در 8000 افغانی که اینا درآمد دارن، اونا اگر مصرفشون رو بسنجین، فکر بکنین که در 6000 7000 افغانی میرسن، و کسی که 80000 افغانی معاش دارن، اونا درآمدشون 8000 افغانی است، مصرفشون هم 60-70000 هستن. و ما گفته نمیتونیم که ما پول که داریم و ما درآمد خوب داریم، و درآمد میتونیم از اقتصاد خانواده از طریق درآمد و مصرف خود ما میتونیم ایره کنترل بکنیم. بله، از اسراف یاد کردینی که شما هم در آغاز اشاره داشتین، در این رابطه کم بیشتر میخواییم در این رابطه صحبت بکنیم. اسراف دقیقا در خانواده که در وجود داشته باشه پیامدهایش در اقتصاد خانواده میخواییم داشته باشیم، از شما یا بشنویم که چه پیامدهایی را خواهد داشت. خب اسراف باعث میشه که مصرف زیاد شوند. زمانی که مصرف زیاد شد اقتصاد خانواده بر هم میخورن، یک بی‌نظمی بی‌برنامگی در بین خانواده ایجاد میشن، همین باعث میشه که اکثر خانواده از بین برن، حتی جدا شوند. و اسراف در دین اسلام حرام است. اصلا اگر ما آموزه های دینی برای داشته باشیم و علاقه مند باشیم که ما مطالعه بکنیم، بعضی موضوعات دیگه هم هست درباره اسراف، و ما میتونیم از بسیار چیزای کم میتونیم ما از پس انداز بکنیم. پیشترم برتون گفتم به او خاطر اسراف در دین اسلام حرام است، و ما باید متوجه باشیم که اسراف باعث میشه که خانواده بر هم میخوره، اقتصاد بر خانواده بر هم میخوره، درآمد کم میشه، مصرف زیاد میشه.
بله دقیقا. و از دید شما ما میخوایم یک بخش را که در ماه مبارک رمضان کسایی که اقتصاد خوب دارن، خانواده هایی که اقتصاد خوب دارن، به خانواده هایی که اقتصاد ضعیف دارن و شاید هم شاهد باشه در همسایه های هر خانواده هست، در همسایه های ما شاید هم باشه، در هر گوشه ای که ما میبینیم، یعنی با مشکلات خیلی زیاد روبرو هستن، به نحو چگونه باید به اونا کمک بکنن؟ خب اگر در همیشه وقت نمیشه، حداقل در ماه مبارک رمضان اگر بتونن تا جای در اقتصاد اینا سهم بگیرن، کسایی که توان شداره میخوایم در این رابطه که چی تاثیرات خود خواهد داشت؟ رمضان ماه بخشش است. بله. ماهی است که ما بتانیم گناه های خود پاک بسازیم و از این طریق بتانیم کسایی که درآمد خوب دارن، کسایی که درآمد کم دارن، اونا را حمایت بکنن. خوشی از اونا باعث میشن که اینا بتانن ثواب کسب بکنن در ماه مبارک رمضان و دست از اونها را بگیرن. کسایی که درآمد خوب دارن زکات بدن به کسایی که فقیر هستن و امی زکات باعث میشه که اقتصاد خانواده را استوار نگاه بکنن. و در دین اسلام هم امی موضوع را اشاره کردن که زمانی که اگر زکات در خانواده داده شوند، کسایی که مالدار هستن، پولدار هستن، درآمد خوب دارن زکات بدن. کسایی که فقیر هستن اینا از هیچ فقیری نمیمونه، هیچ خانواده نمیمونه که در فقر باید باشه. دقیقا موضوعی را که شما اشاره کردین روی این که در جامعه ما سطح دانش یا سطح آگاهی مردم بسیاری از فیصدی از خانواده هایی هستن که پایین هستن، شاید هم روی اون برنامه ریزی هایی که همیشه وقت صحبت میشه آگاهی نداشته باشن که همچون برنامه ریزی ها در زندگی خیلی مهم هست و نیاز است که وجود داشته باشه. ما میخوایم روی این موضوع صحبت بکنیم که دقیقا رو وقت این برنامه ریزی ها را میگیم، وقت که این خانواده هایی که سطح آگاهی از اینا خیلی پایین است و دانشه، یعنی اینا هم به نحو چگونه بتانن مدیریت بکنن اقتصاد خانواده شان، یعنی حتما برنامه ریزی ها یا این مدیریت اقتصاد خانواده وقت ما میگیم نیاز حتمی است که همگی سطح دانش از اینا خیلی باید بلند باشه، یا کسایی که اگر بی سواد هم هستن میتونن که خانواده را به طریق خوبش اقتصاد خانواده را بتونن مدیریت بکنن؟ دقیقاً. کسایی که درآمد کم دارن چطور بتونن مدیریت بکنن خانواده خود از لحاظ اقتصادی؟ اونا میتونن که زمانی که از لحاظ عمو درآمد خود اونا بسنجن که ما ماهانه چقدر مصرف داریم و چقدر درآمد داریم، و اینا میتونن که از طریق سنجش و برنامه ریزی میتونن که یا هم مدیریت بکنن برنامه خود. و سطح دانش هدف می بود که در کل افغانستان اکثر جوان ها کم علاقه هستند، مطالعه نمی کنند، به مطالعه کم علاقه هستند و مجلات مطالعه نمی کنند، یعنی همگی دسترسی فعلا به اینترنت دارند، بتونن از طریق اینترنت اینا مطالعه بکنن که چطور از اسراف ما جلوگیری بکنیم، چطور ما مصرف خود کم بکنیم و چطور درآمد خود ما باید زیاد بسازیم. و اینمی باعث میشه که این مطالعات اینمی سطح دانش اقتصادی که خانواده را بلند میبره و او خانواده میتونه که در حل سطح اقتصادی که باشه میتونه مدیریت بکنه. بله، در جامعه ما بعضن ما از نظر روانشناسی هم این موضوع بس کردیم که یک برنامه ریزی دقیقه در بسیاری از خانواده ها نیست، با این که درآمدشان خیلی کم است ولی فرزندای خانواده خیلی زیاد هست، ولی رسیدگی نمیتونن به همگیشان اگر او تعلیم تربیهشان است یا امکانات دیگه را که اونا نیاز دارن. ما میخوایم به این نکته شق خانواده های عزیز باید توجه داشته باشن، خیلی کوتاه میخوایم بشنویم. خب کسایی که درآمد بسیار کم دارن و نمیتونن امور درست مدیریت بکنن، این ضعف خود اقتصادی خانواده هستن. کسی که در رأس قرار دارن اونا نمیتونن درست برنامه ریزی بکنن، جلسه خانوادگی گرفته نمیشن، مشوره گرفته نمیشن و اونا اصلا اکثرا در افغانستان اکثر خانواده هستن که در رأس قرار دارن ولی بی سواد هستن، نمیتونن امو درآمدی که دارن امور درست نمیتونن مدیریت بکنن. و کسایی که در خانواده هستن اونا میتونن از بر از اینا مشوره بدن، برنامه ریزی بکنن تا بتونن امور درست مدیریت بکنن. بله، وقت برنامه هم تمام است. تشکر از شما آقای زیور عزیز که با ما بودین در برنامه. سلامت باشین. وقت همه شما بخیر. بیننده های عزیز سپاس از همه شما که نیم ساعت با ما همراه بودین. تا بعد، الله نگهدار.